تو راستی بالان موشه مراشا ایراد یا اقو دیوره هیت اوره روت گفتاری که انگیزشی و برانگیزاننده است. اینجا آراب توضیح داده که این مطالب گفته شده توی مجلسی که مجلس تیریم خونی و تفیلات برای سلامتی ربن اگادور آراب الازان منهم آن شخ بوده دو روز قبل از فوتشون که حالا توی یشیوا مجلس بزرگی گرفته بودن برای سلامتی و تفیلا میخوندن. اودیو عطا اطلاع دادن اینک از رسالتشو از قول گیونیم آرا ولیا شیف شریتا آرا و هارون یهودا لیف شریتا تیمان شریتا آرا و حییم کانیفسکی شریتا که البته همه الان دیگه فوت کردن که اینک ماران روش بن اگولار روش یشیوای رئیس یشیوای پونیویج در وضعیت بسیار بحرانی قرار داره. بنابراین درخواست کردن از همه یهودیای دنیا که شریک بشن در این مجلس راز و نیاز و تفیلا خوندن تیلا خوندن تیلیم خوندن به درگاهشم که خداوند به ایشون سلامتی اعطا بکنه. و از طرف روش یشیوا من دستور دادن که من یک گفتاری رو قبل از خوندن تهیلیم به نیت رفوها شل ما برای ماران روش یشیوا که حالا دیگه زمان که عرب اینو نوشته دیگه فوت کرده بودن بیان بکنم برای که فکر بکنیم تعمق بکنیم نسبت به چه چیزی ما میخواییم تفیلا بخونیم. در پارشای هزینو گفته شده در دواری ملامت بن ممهه ممخد و دبر از نایل موشه به اسم یا معزه لیمور کلام بارم خدا به موشه در این روز که دقیقا حالا اون روزی که روز وفات موشه به ناس هفت سعدار بالا بیا به کوه عواریم کوه نوو که در سرزمین معاو هست در مقابل شهر یریهو و ببین سرزمین کنعان رو که من میدهم به بنی اسرائیل عنوان دارایی و فوت خواهی کرد در کوه که تو بالا میای اونجا. و توضیح داده رشیزاد چرا گفته شده به اسم ایومزه در این روز در سه جا در تورات نقدوشا گفته شده به اسم ایومزه، یکی در مورد نوخه که گفته شده در این روز اومد نوح وارد کشتی شد به اسم یومزه، دقیقا یعنی وقتی که روز کاملا واز و شفاف بود ساعت ظهر نزدیک به ظهر اون بود لفی به خاطری که افراد دوره نوح میگفتن که به فلان و فلان قسم که اگر ما احساس بکنیم که نوح میخواد سوار کشتی بشه و ما از بین بریم ما بهش اجازه نه ورود به کشتی نمیدیم، نه تنها این بلکه میگیریم تیشه و تبر و کشتی رو خوردش میکنیم. خداوند فرمود که اینک من نوح رو در نیمه یه روز که دیگه اول صبح نیست تنداره غروب هم نیست این روزه داخل کشتی میکنن و هر کسی که توانشو داره بیاد و مانع بشه. مورد دوم در مورد زمان خروج بنی اسرائیل از سرزمین مصر، اونجا هم گفته شده به اسم یومزه در این اون روز خارج کرد خداوند سپاهیانشو از سرزمین مصر، چرا که مصریان میگفتن به فلان و فلان قسم که اگر ما احساس کنیم که بنی اسرائیل میخوان خارج بشن اجازه نمیدیم، مگه مفته؟ نه تنها این بلکه شمشیر میگیریم اسلحه و همه شونو میکشیم. خدا هم فهمود که اینک من اونا رو در این روز در نیمه روز از مصر خارج میکنم، هر کسی که توانش هست بیاد و جلوگیری بکنه بیاد مانع بشه. همینطور اینجا در مورد وفات مشه ربنو هم گفته شده به اسم میوزه، چرا که اسرائیل هر کدوم میگفتن که اگر ما احساس بکنیم که موشه میخواد فوت بکنه ما اجازه نمیدیم، فردی که ما رو از مصر بیرون آورده دریا رو برای ما شکافته
برای ما مان بارونده، پرنده های سلاب رو برای ما پرواز در برده، باعث شده که از سنگ خارا آب جاری بشه. کسی که به ما تورا رو اعطا کرده ما اجازه نمیدیم که. فرمان قدوش بارخو اینک من موشه رو در این روز وسط روز میبرم ببینم کی میتونه جلوگیری بکنه. تا اینجا گفتار رشیزال هست و الان فرصت نیست که توضیح بدیم کس از زی عکب و بنیسه چجوری بنیسه میخواستن مانع حکم خدا بشن. حالا در مورد میتونه جلوی کسی بگیرن از جایی خارج نشه یا کشی رو خورد کنن، اما مگه میشه جلوی مرگ کسی رو گرفت؟ کسی زورش میرسه چجوری میخواستن مانع بشن؟ از قول اگان رو بخواییم اولاجزه در آخا میبین میارن که توضیح بدن که کوه نبو محل وفات موشه رابنو بود. همونطور که اینجا هم پاسخ دستور داده، در واقع شرط وفات موشه بالا رفتن از کوه نبو بود و ایسالا میگفتن که ما جلوی موشه رابنو میگیریم، مگه میذاریم موشه از اینجا بره بیرون از معنی ایسال که از کوه نبو بره بالا؟ اجازه نمیدین. بلکه اگه ما رو بخواییم شموئل ویسازرخا توضیح داده این رو به شکل دیگری که به وسیله قدرت تفیلا ارتباط داره، معنا داره که یا گزرا رو باطل کرد یا تأخیر انداخت، مانع گزرا شد. و منظور این سؤاله بود که انقدر تفیلا میخونی درگاهشه که فعلا این حکم اجرا نشه یا باطل بشه. بنکاخ و بنکاخ، حالا هر کدوم از این دوتا توضیح رو در نظر بگیرید، کاتوب کان نوشته شده اینجا شرش کوار ایگی از من ایسالقوتو، که با وجود که قبلا رسیده بود زمان وفات بزرگ دوره موشه رابنو، گفتن جامعه اسرائیل اگر ما احساس بکنیم اجازه نمیدیم. و به نظر میسید که به وسیله این که محزقین در نظر میگیرن حق شناسی نسبت به خوبیایی که اون بزرگ دوره براش انجام داده، همونطور که اینجا رشیزال هم میاره که مشربون این کارا و این کارا و این کارا رو برای ما انجام داده، این خودش فایده داره که مانع بشه از وفاتون. حالا برگردیم بحث خودمون، همونطور ما هم نیاز داریم برای که بدونیم برای چی الان میخوایم تیلین بخونیم، تفیلا بخونیم. ما داریم درخواست میکنیم برای آخرین راه یافته که باقی مونده برای ما که اعتبار بخشید قدرت تورا رو در میان جامعه اسرائیل و مانع جدی بود در جایی که دیگران میترسیدن که از کار اشتباه مخالفت کنن مانع بشن. ایشون با سرافرازی و مستقیم ایستاد بر جایگاهش برای اینکه مراقبت کنه بر طهارت جامعه اسرائیل در اون حدی که امکان پذیره. برای این دوره نوشت نامه هایی اکل مصاد هم بودن موقعیتی که واقع شده بود و این آخرین راه یافته که الفه بن تورا هزاران تنم در خامیم به دنبال ایشون قدم برمیدارن و در نور ایشون سلوک میکنن و زندگی میکنن. حالیلا هاست اشارم که لحشو فکر بکنیم که قبلن اینو موسر شعوریم دیگه که سنی سالی ازش گذاشته نمیتونن کلاس درسی داشته باشن، نمیتونن چندان صحبت کنن با کسی و دیگه تحصیلشون از سشارم از بین رفته. این شکلی نیست، بلکه فرد بزرگی که در میان جامعه ایسه هست اصل فقط صرف بودنش، زنده بودنش، خودش سپر و ماگن و حامیه بر کل دوره. و چقدر لازمه که انسان نگران باشه از این وضعیت سهمناک که ما درش قرار داریم اگر حاس بشارم این زخوت رو از دست بدیم. آدمی که پایه‌گذاری کرده تورا رو بعد از خرابی سهمناک، بعد از جنگ جهانی دوم و هولوکاست و
از بین رفتن بسیار جمعیتی که تو اروپای شرقی بوده، ایشون دوباره پایگذاری کرده یشیوا رو و جان نثاری کرده برای اون، تربیت کرده هزاران شاگرد در راه تورا، جنگیده جنگ اشم رو در مقابل سیونیستا، شلاخ هم کنگ کل آروخود مبارزه کرده در مقابل تمام اون جنبای خلاف دین، اون طوفانایی که به وزش در اومدن و تهدید کردن که مانع فعالیت یشیواها یا ایمان جامعه سر بشن، خودشو به خطر انداخت واقعا به خاطر طهارت 13 اصول ایمان نزد جامعه اسرائیل. او آدم حالا اون همون فردی که به خاطر حالا ما جمع شدیم که تفیلا بخونیم، ناله کنیم به درگاه خداوند که آنو منیخی موتو، ما نمیخوایم اجازه بدیم با این تفیلا خوندنه، با این حق شناسی نسبت به ایشون که خداوند ایشون از میان جامعه ما ببره. رو اپنو مشیح هشم گم ایومانو، همچنین امروز هم ما میگیم و درخواست میکنیم که در سایه او زنده بمانیم در میان اقوام. کما ایشویا بگوییم چقدر تأثیر گذاشته بر سایر اقوام دیگه به خاطر جامعه اسرائیل که یاب میشن در تمام پراکندگی هایی که در گالوت هستن و چقدر افراد جامعه قوت قلب پیدا کردن وسیله گفتار ایشون و اونا هنوز معظمی متعان کمک میکنن به ما، اونا به ما حیات میبخشن و ما موظف هستیم که این حق شناسیمون رو نسبت به ایشون به درگاه خداوند نشون بدیم به واسطه تفیلاها و گریه ها و عشقایی که میریزیم، که ما درک میکنیم حقیقت رو و خواسته ماست که این راه حقیقی رو ادامه بدیم و ما احساس میکنیم که در این موقعیت جایگاه و خودمون رو از دست میدیم در مقابل چشمانمون. میودیا ایبلود نیست خیابنو بکا شلو یاسانو یه دفعه باید دید بله، و کی میدونه که اگر ما محکوم نشیم به این وسیله که اگر نتونیم با قدرت تفیلا برای درمان کامل ایشون به نتیجه برسیم، چون که مسلمه که اتیسور یاد داشته مسلما قاصر نیست قدرت الهی از که بفرسته شفا و علاج برای ایشون. بخیم ایشون چه او زاقیم و اگه به خاطر که ایشون سن بالایی داره مجاز برای ما که معیوس بشیم از درخواست تفیلا برای ایشون و سلامت ایشون، و به خاطر که آیا این که ایشون دیگه خیلی ضعیف شده آسوچانم خدا نمیتونه شفا و علاج بده بهشون و به ایشون قدرت ببخشه. پس دقیقا میبینیم که الان اون لحظه زمان برگشتن به تشوواست، به خاطر که تا حالا هم معطل کردیم، درنگ کردیم و اونطور که بایسته و شایسته بوده تفیلا نخوندیم اندازه کافی. چکه از جان خدا میگه که خب این سالا این چندی سال کجا بودی؟ حالا یادتون اومده که فلانی رو دارید از دست میدی؟ و اگه حالا با موقعیت خودم مقایسه کنی حالا به شکل دیگه این گفتارا کاملا گویاست. اومده در گمارا مسقط عبودازارا داونونه عمودالف یسوریم به شایش مشاگیر متام سختی ها مشکلات موقعی که از جانب خداوند میفرستن اونها رو سراغ فردی، قسم میدن اون فرشته که گمارده برنو یسوریمه شلو تلخو که نرید، یعنی دست نکش از یسوریمه مگر در فلان روز، دو تس او خارج نشید مگر در فلان روز در فلان ساعت و به وسیله فلان دارو یا فلان شخصی که پزشک حالا یا به وسیله فلان دارو، و همین که رسید زمانشون که برن اون طرف حالا در هر موقعیتی باشه از جانمت اگه رفته باشه بود کرده هم یسوریمه دیگه میره، بابیش که یسوریمه میگن حقش بود که خارج نشیم، ولی میگن که آیا به خاطر که یه شوته ای این کار انجام داده ناشایست ما از قسممون بگذریم؟ نه. و همینه که فرموده ری بیاهانان ما های دیختیف چه که پاسخ نوشته و خلاییم را این و نعمانی بیماری های بد و امین،
آدم امین خب معنی داره، بیماری امین چه معنی داره؟ و خود ریبیانا توضیح میده که گفته شده رائین و نعمانیم بد هستن که مأموریت بدی به عهده‌شونه، فرد بیمار میشه، ایسوری میکشه، عذاب میکشه، ولی امین هستن در قسمشون. و توضیح داده مهارشا این گونه که مسلمن تشوبا، تفیلا و صداقا اون ددی احکام بد رو از بین میبره، که وسیله تفیلا آدم میتونه باطل کنه همه گزره ها رو و قسم هایی که قسم داده شده اون فرشته که گمارده بر یسوریمه. تا اینجا گفتار مهارشا هست. اولام میمسا به مساب قاشه، من میبینیم که الان در موقعیت و شرایط سختی قرار داریم، شرایطی که برای جامعه ما وجود داره و سال اتورا اگران رو بخواییم کانیفسکی شلی تا کردن، ایشون هم فوت کردن، ایشون هم افتادن به بستر، بیمار هستن و حالا و همچنین نسبت به ایشون هم لازمه که ما تفیلا بخونیم که بتونیم که ادامه بدیم بیاموزیم تا اونجا که امکان پذیره، مثل ابتدا که ایشون بتونه دوباره آموزش داشته باشه، بنویسه هیدوشای تورا و ما بتونیم از آب ایشون، آب تورا ایشون برنامه هم بشیم. و به خصوص در مورد هگاون ریبی ارازا منحم مانشخ که حالا روششوهای فونیویج بودن که جا داره که تفیلا بیشتر بخونیم. هگاون آوشتای مان ایشون هم حالا آسیب دیده لو بیل و نافر، بلکه مثل اینکه همه جامعه دچار سقوط شده، فقط به نتورا درک میکنن که این یسوریمه در واقع پیام دارن برای ما و جانب خدا با ما صحبت میکنن و به عهده ماست که ما هم نشون بدیم به درگاه خداوند که چقدر چنین افرادی برای ما عزیز و محبوب هستن، هر فرد در درگاه خودش چقدر ارزشمنده. بنابراین به عهده ما قرار گرفته که با پشتکار بیشتر تفیلا بخونیم، راز و نیاز کنیم با خدا برای سلامتی ماران رشبون اگرار بیراز و منم شاخ بن بچه و که هدایت کنه ما رو به استبار ماشه از سیفرین و همراه با عبدی بن خیم لخاییم ربی هرون یهودا لیو بن پیگا همینطور بزرگان دیگه ربیش مریه یوسف حییم بن پاشا میریام هم هم موسه اینا که پایه های دنیا هستند و به زخوت تفیله های ما مزکی بشیم که اونا در رأس و بالا سر ما باقی بمونن و بسونن ما رو در حضور ماشاء صدقین و آمین.